افتخار دکتری روانشناس و استاد دانشمند که همیشه از راه علم و دانششان خدمت کرده اند را دعوت داشته باشیم تا سمینار امروز را که همه ما شما به خاطر آن گرد آمده ایم برای ما ارائه کنند. محترم دکتر جمشید رسا. به نام خداوند پاک و مهربان، با عرض سلام احترام خدمت تمام شما بزرگوارا، تشکر فراوان از تشریف آوریتان، زنده و سلامت باشین. دوستای عزیز و نازنین، امروز درباره یک موضوع مهم که ای کاش کل افغانا بشنون و این بدبختی را از خود دور کنن، به خاطری که علت زیاد پسمانی ما در کار، در درس، در پیشرفت امی مشکل می باشه، اما خود ما متوجه نمیشیم، فکر میکنیم یک انسان همه تعطل باطل و تنبل می باشه، در حالی که انسان سالم فعال و سرحال و پر انرژی می باشه. اما ای که ما حافظه ما خوب کار نمیکنه یا حوصله درس و کار نداریم، به خاطر بدبختی افسردگی هسته. و حتما پیش از شروع سمینارم باید بگویم که من خودم هیچ سمینار غیر روزای جمعه، من سمینار که فرصت می باشه میرم، دیگه هیچ سمینار را من نخواستیم بگیرم، سرمان فشار می باشه که باید یک سمینار تشکیل شه. ولی بر صورت جمع شدن دور بر همدیگر، شنیدن گپای علمی خالی از مفاد نمی باشه. دوستای نازنین، ما امروز در مورد افسردگی صحبت می کنیم، هرچند ما این سمینار که بسیار به اختصار صحبت می کنیم 5 ساعت در بر می گیره. بنان ما از بعضی قسمت هایی که زیاد برای ما فعلا ضرورت نیست میگذاریم، به جایی که نیاز بیشتر داریم تاکید بیشتر میکنیم. شما میفهمین افسردگی یا چیزی که به نام دپریشن یاد میشه، یا در پشتو ژور خفگان برش میگه، همونطور که از نامش پیداست یک غمگینی بسیار عمیق، یک جگرخونی بسیار عمیق، و این در اصل تحت عنوان مود دیساردر یا اختلالات خلقی صحبت میشه، یعنی مشکل خلقی است. اما متاسفانه افسردگی تنها به خلق ما بسنده نمیکنه، تمام جنبه های زندگی را زیر فشار میگیره. به می خاطر بعضی را دکتر سایبا به نام سایه سیاه یا دیو سیاه یاد میکنه، یعنی کل قسمت های زندگی انسان متاسفانه که میپوشانه. چند گپ اهمیت داره در مورد افسردگی ما و شما بفهمیم. اول که یک مریضی عمومی و شایع است، هیچ خانه و خانواده، هیچ فرهنگ، هیچ شهری نیست که بدون افسردگی باشه. یعنی هم امروزی که ما و شما در مورد افسردگی صحبت میکنیم، حداقل 7 میلیون انسان دنیا دچار افسردگی هستند، در تمام جوامع پیدا میشه، در تمام سنین، از طفل گهواره‌ای تا به ریش سفید و پیچه سفید میتونه که درگیر خود بسازه. و شما در داستانها و اشعارم که بخونین میبینین که همیشه بوده، از افسردگی شاعرام یاد کرده، یعنی یک چیز قرن 21 نیست، در طول تاریخ بوده. و وقتی تشخیص افسردگی را میمانیم که علائمی را که صحبت میکنیم حداقل 2 هفته را پوره کرده باشه، در غیر از او علائم کوتاه مدت کل ما و شما تجربه داریم، که من صحبت کنم میگه اینا تخمه بودم، اما چون از 2 هفته کم بوده برطرف شده اون مریضی نیست. هر کدام ما و شما وقتی عزیزی را از دست بدیم، وقتی تاوان کنیم، در امتحان ناکام بانیم، نمره خوب نگیریم، حالت های افسردگی را تجربه میکنیم. اما کمتر از 2 هفته اگر رفع شد، ما یعنی خود تانستیم دوباره به زندگی سازگار بسازیم. ولی اگر از 2 هفته زیاد طول کشید، ما دچار افسردگی میشیم، مریضی افسردگی گفته میشه. از بس که زیاد از ایر روانشناسا به نام سرماخوردگی روانی یاد میکنه، یعنی مثل که نمی زمستان تیر شد، کل ما و شما تجربه 2-3 بار سرماخوردگی را داریم، علائم افسردگی را هم حتما ما و شما داریم. و به صورت عموم، گرچه انواع تقسیم بندی میتونه فرق کنه، اما به صورت کل میشه افسردگی را به 3 بخش تقسیم کنیم: افسردگی شدید، افسردگی خفیف و حالت بایپولار یا دو قطبی. و چیزی که مهم است، بالاترین نقش در ناتوان کردن انسان داره. یعنی اگر شما کسایی را میبینین که درس و تعلیم رها کرده، کاروبار خود رها کرده، تصمیم به خودکشی گرفته، ترک زندگی کرده، یکی از عوامل اصلیش میتونه افسردگی باشه. بعضن در خانواده جنگ میکنن، یک جوان میگن تو الان بسیار تنبل استی، یا شوهر خودم میگی بسیار آدم تنبل است، هیچ کار نمیکنه.
در حالی که تنبل نیست، دچار افسردگی است. اگر افسردگیش برطرف شود، آماده کار کردن هم است، آماده. چیز دیگه که بسیار مهم است، موضوع خودکشی است. بیشترین خودکشی در آدمای افسرده می باشه. یعنی از هر 100 نفری که خودکشی میکنه در جهان، 70 یا 80 تایش 70 یا 80 نفرش چی می باشه؟ افسرده می باشه. ولی بدبختی گپیست که تنها 30% آدمای افسرده پیش تداوی پیش دکتر میره. متاسفانه 70% هیچ اقدام نمیکنه. 30% هم که میره، نیمش تداوی را تا آخر ادامه میده، نیمش در نیم تداوی. و متاسفانه بدبختی دیگه است که در خانما متاسفانه بیشتر است. 2 تا 3 برابر مردا در خانما بیشتر است. دلایل مختلف برش میگن، هم به خاطر ظلم زوری که بالای خانما میباشه، حق انتخاب نمیباشه، از طرف دیگه تغییرات و هورمونی که میباشد، دلیل از این میشه که افسردگی پیش خانما زیاد باشد. در شهر و قریه تقریبا یکسان است. ما گرچه ما افسردگی را به خاطری که زیاد سر از این تحقیق شده، در کودکا، در نوجوانا، در جوانا، در میانسالا، در کهنسالا علائمش فرق میکنه کم کم، ولی ما علائم بزرگسالا را برتان میگم از 20 تا 70 که دیگه دمی حدود ما و شما کسایی که اینجا هستیم است. یعنی خود بفهمیم از کودک و اینا تیر میشیم، ولی باز کسایی که علاقه من بود همین سلایدار را میمانم در کمیتر میتونین برتان باز بگیرین. و ایران به سرعت به اختصار برتان میگم، اولین علامه کم شدن انرژی است. آدم افسرده انرژی خود از دست میده. میگه دکتر صاحب، سابق فعال بودم، کار میکردم، ساعتها درس میخوندم، حالا یک صفحه درس میخوانم خسته هستم، کمی کار خانه را میکنم، خسته، اوصلی کار کردن ندارم. آنقدر بعضی وقت پیشرفت میکنه که حتی اوصلی بلند شدن از بستر خواب خود ندارن، اوصلی تبدیل لباس خود ندارن، اوصلی یک امام کردن ندارن. متاسفانه انرژی را از پیش ما میگیره. انرژی که باید بر پیشرفت ما باشه، بر رشد ما باشه، بر تعلیم ما باشه، او را از پیش ما افسردگی زایع میسازه. بنابراین اگر در اواخر کمبود انرژی پیدا کردین، یک علامه است بر افسردگی. اما یک چیز پیش از پیش بگیم، یک علامه یا دو علامت نمیشه تشخیص مریضی را بانیم. در طبابت یکی از میارای تشخیص است که نیم علائم حداقل در یک مریضی پیش شخص موجود باشه. بنان این موضوع مهم است. هرچند دکتر سایبا 3 تا علامه بسیار کلیدی دارن بر افسردگی. یعنی که کسی بگه انرژیم خراب است، کمبود انرژی دارم، خوابم خراب است، اشتیاهم، میشه این علائم کلینیکی است، ولی حداقل نیم علائم باشه. دوم، تغییر در اشتها است. 90% آدمای افسرده اشتهای خود از دست میتن، حتی ماهانه 5% وزن خود از دست میتن. اما در 10% آدمای افسرده اشتها زیاد میشه، پرخوری پیدا میکنن، اضافه وزن پیدا میکنن، و این خودش در حقیقت شکنجه دادن خود است از طریق پرخوری. بعضی ها شما دیدین وقتی تثبیت دهانی داشته باشه که غمگین هم میشن نان میخورن، که خوشحال هم میشن نان میخورن. یعنی اگر در اواخر در اشتهایتان تغییر آمده، میتونه یک دلیلی برای افسردگی باشه. علامه سوم، موضوع خواب است. مشکل خواب پیدا میکنه آدم افسرده. یا اول شب هر چی میکنه خوابش نمیبره، یا در وسط شب بیدار میشه دیگه خوابش نمیبره، یا صبح وقت ساعت 2 بیدار است هیچ خوابش نمیبره، با وجودی که از کلی کده وقت بیدار میشه، اما آخرین نفر است که از بستر خواب خود بیدار میشه. چرا؟ وقتی بیدار شده با فکرای بد و منفی آنقدر خود کم انرژی میسازه که حوصله بیدار شدن نیست، حوصله نماز خواندن برش باقی نمیمونه، خوابای خطرناک میبینه. آدم افسرده شکایت میکنه یک علامه خواب خوب از نظر طبابت است که صبح تو میخیزی یک احساس راحتی کنی، خوابت پوره شده باشه و خواب نارام ندیده باشی. اما آدمای افسرده که صبح بیدار میشه میگه دکتر صاحب، مثل که خواب نکرده باشم، کل شب جنگ کرده باشم، کار کرده باشم، به جای اینکه خستگیم رفع شوه، هنوز ما خسته شدیم از بس که در خواب نارام میباشن. غم و اندوه شدید پیدا میکنن، جگر خون میباشن، دل مرده میباشن. علامه دیگه پیششان عدم تمایل به کارهای عادی و روزمره. سابق مثلا با عروسی رفتن خوششان میامد، خرید رفتن خوششان میامد، مکتب رفتن و پانتون رفتن خوششان میامد، حالی تا جبر نباشه هیچ کاری نمیکنن، حوصله کارهای روزمره را نمیداشته باشن. احساس درماندگی و بیچارگی پیدا میکنه. آدم افسرده میگه والله از دست من هیچ کاری ساخته نیست، خود بسیار ناتوان و ضعیف. حتی بعضی روانشناسا تعریف افسردگی رو چی میگن؟ افسردگی عبارت از آموخته شدن بیچارگی است. روزی که تو خود بیچاره احساس کردی که من هیچ کاری از دستم ساخته نیست، اونمو خودش یک علامه بسیار مهم برای افسردگی است. هفتمین علامه یأس و ناامیدی است. آدم افسرده بسیار ناامید است. یکی از دلایلی که خودکشی در افسردگی بالاست اینه که هیچ امیدی نداره. و بدترین حالت در انسان ناامیدی است. پیامبر بزرگوار ما میگه بدترین منظره برای من، بدترین منظره دیدن جوان ناامید است. یعنی دیگه اینقدر یک حالت بد است که آدم امید نداشته باشه برای زندگی.
دنیا برشان تاریک معلوم میشه. هشتمین موضوع تفکر و تعقل و اندیشه است. گفتیم افسردگی جای آرام نمیونه، هرچند مشکل خلقی است ولی فکر ما را خراب میکنه. فکر منفی پیدا میکنیم، نگاتیو تات پیدا میکنیم، چیزای منفی منفی به ذهن ما میایه. از هر چیز ما بدیش میبینیم، هیچ خوبی در زندگی نمیبینیم. خب وقتی باز هم زندگی تو شب که تو فقط بدی ببینی، معلوم دار است افسرده میشی. یعنی آدم افسرده که در گلستان بری تنها خارا را میبینه، این خار چه خار است، گل نمیبینه. بود خار و گل با همه هوشمند، چه در بند خاری تو گل دست بند. ایوازی از گلش استفاده کنه، چی گلای مقبول است. ایوازی بگو ده ای خار چی گل مقبولی آمده، نه این نق میزنه چوری جه خار وجود داره. او فقط خارستان میبینه، دک میمونی خبرش کن، نان برش جور کن، هر چیز اوی چی دا نمیمون لکی پرده را میبینه. پرده از اینا چقدر ایچ قد چه تلخور مردم از پرده شانه سکت. او در پرده نان نمیخوره، در سرخان نان میخوره، چی کار داری که از او داروسی برش ببر، نان است، ساز است، سرود است، محفل است، کلی که خوش است. ایاهی آروسش چاق است، شایش قد پخچ است، رنگ ججق است. آل تو کت از او چی کار داری که تو خارسی نکده، بین خود بیچاره خوش است. اما متاسفانه این منفی بین میشه. دوام توجه و تمرکز نمی داشته باشه و اینی قسمتش برای محصلین بسیار مهم است. آدم افسرده توجه خود، توجه را که از دست دادی قطعا درس یاد گرفته نمیتونی. اولین شرط برای حافظه توجه و تمرکز است. و آدم افسرده متاسفانه فکر خود در درس گرفته نمیتونه. سفر شروع میکنه، داخل که میرسه پس میبینه، میگه اول صفحه برم نوست، مثل که نخوانده باشم، چون فکرش نبوده، توجه نداشته. چون توجه نداره مشکل یازدهمی که پیدا میکنه، یادگیری پیشش خراب میشه، درس یاد گرفته نمیتونه. هر چی زحمت میکشه درس میگه سابق اول نمره بود، مال ده چانس کامیاب میشه. موضوع دوازدهم تردید و دودلی پیدا میکنن، هیچ تصمیم گرفته نمیتونن. در چیزای بسیار خرد دودله میباشن. در موضوعات کلان خود کاملا دیگه. 13 مشکل سخن گفتن پیدا میکنن. چند مشکل در سخن گفتن. اول هیچ گپ زدن خوششون نمیاد، حوصله گپ گفت شنوده نداره، میخوان در گوشی تنها باشن. دو، وقتی گپ میزنن بسیار به حال گپ میزنن که تو میشنوی تو رام خسته میسازه. ها شاگرد عزیز دینا روز می اومدم در را مونوتونیک میشه، ایت پخشو بلند نمیشه صدایش، خستیت میسازه. جملات با آخر حوصله نداره، تا فعل آخر کلمه رو نمیگه، اما تو نیمه میمونه جمله خدا. در بین گپ گپش از یادش میرسه، تو پرسان میکنه میگه چی میگفتم، تو باید برش بگی که چی میگفت. بنان مشکل سخن گفتن پیدا میکنه. 14 ناتوانی جنسی پیدا میشه پیشان. 15 تمایل به مواد مخدر. آدمای افسرده خوششان میاد مواد مخدر مصرف کنه. زمینه اعتیاد پیش آدمای افسرده زیاد. معتادینه که میبینین بفهم بیچاره افسرده بوده، غمگین و جگرخون بوده، رفیقش گفته تو بگی یک دوت از این بوتی فقیری بزن، یکی یک دوت از بوتی فقیری زده که یک ساعت مست و همتو ملنگ بوده. یک ساعت بعد باز که بالت افسرده آمده گفته تو بیا که باز یک بوتی فقیری کش کنم، اینم تا استاستا غرق بوتی فقیری شده. اما یاد ما باشه که به هیچ عنوان مصرف مخدر، مواد مخدر راه حل افسردگی نیست. قرخت موقتی میکنه ما را، اما به مجردی که نشه پرید ما دو تا مشکل داریم، یکی افسردگی، یکی حالی مواد مخدر هم امرایش متاسفانه زیاد شده. 16 تمایل به خودکشی. آدم افسرده فکرهای خودکشی در کلش میگرده، بعضن اقدام میکنه و متاسفانه باز اقدام در خانما بیشتر است. هرچند مرگ و میر در سر خودکشی در مردا بیشتر است، اما اقدام در خانما بیشتر است. خانما تکنیکایی که دارن زیاد منجر به مرگ نمیشه. دست خودم میبره یک نیم ساعت بعد پشیمان از گریه میکنه پسی، یا تابلت مولتی ویتامین یک چند تا میخوره قوطی را میندازه دیگه میبینم. اما مردا کم اقدام میکنن، خطرناک، مثلا تفنگ میمونه کو برگشت نداره. خب ولی به هر صورت خودکشی پیشان. اینی یادتان باشه، اگه در خانه کسی گفت که خودکشی میکنم ریشخندی نکنه، نه قواری تو به خودکشی نمیمانه، تو خودکشی تو چیزا نگوین. اول امی شنیدن امی کلام از یک انسان، هرچند بخی به مذاق گفته باشه، خود از این جای سوال داره چطور یک انسان گپ خودکشی را بزنه. بعضن آدمایی که خودکشی میکنه یک سلسله علائم داره، بخشش میخوان از کلگی، آدمه که خوب میشن، کالا و وسایل خود به دیگاه توفه میتیه. کسی را که دین در آخر تغییر کرده و خوب شده، یادتان باشه که تصمیم خودکشی داره. ابدومین علامه احساس گناه و تقصیر و پشیمانی است. آدم افسرده خود در هر چیز گناه کار فکر میکنه، ایچ یک کاری ری نکرده خود احساس گناه میته. پشیمان گذشته است که چوری کار نکردم، چوری کار کردم. گذشته گذشت، فایده نمیکنه یاد کردنش.
اجدام احساس بیارزشی و بیفایدگی میکنه. میگه دکتر صاحب مرا هیچ کس دوست ندارم. من بار دوش هستم. که تو مادر خود آمده میگه تو امیر دوست نداری. میگه دارم. میگه نه دکتر صاحب هم تو اثر دل میگه. در دلش مرا دوست نداره. خود بیارزش. و یکی از دلایلی که بازم خودکشی میکنن همیست که خود بیارزش بار دوش دیگر را فکر میکنه. میگه بیا که دیگر را از این بار دوش نجات بتم. 19 علامه عدم توجه به ظاهر و زیبایی است. به سرواز خود نمیرسه. این سروازش مثل من میباشه دیگه آدم افسرده. به خاطر میگم من که ارزش نداره میده که کالای لکس بپوشم چی فایده میکنه. خود از درون چون بی ارزش و بی اهمیت میبینه به سرواز خود نمیرسه. بل به غذای خود هم اهمیت نمیده. هرچی پیش آمد خوش آمد یک لقمه میخوره. میگم ما که ارزش نداریم دیگه نان چرا بخوریم. 20 استراب وحشت نگرانی. ترس میداشته باشن. نارام میباشن. وحشت آینده را میداشته باشن. علامه بعدی دردای سایکوسوماتیک است. جان درد می باشن. میگه دکتر سو مثل که کسی در ماشین گوشت مر انداخته باشه. از میده خود شکایت داره. دکتر میگه میدید مشکل نداره اندوسکوپی کرده. میگه نه من میدیم درد داره. درد ستون فقرات احساس میکنه. مشکل جلدی. اینا کلش ریشه روانی داره که فیزیکی برش چیزی پیدا نمیتونه. علامه بعدی گریه بیش از حد است. آدم افسرده بسیار گریانوک میشه. همیشه چشمش تر است. در یک گپ هیچ گریان کار نداره یک گریان میکنه. در یک گپی که دیگه یک گریان میکنه یک گریان میکنه. حتی میگه یک آدم افسرده یک کست خریده بود انداخت سفید بود هیچ نمیخواند. گریه را شروع کرده بود. یک کس تیر شده و بیداره میخواد چیز نمیخواند چرا گریه میکنی؟ گفت نک کن هنرمند بیچاره گنگ است. و با گنگگی اون هنرمند هم دلسوزی میکنه گریه میکنه. 24 توقع بیش از حد پیدا میکنه. آدم افسرده بسیار پر توقع میباشه. از همگی توقع داره. وقتی مثلا زنگ میزنه میگه دکتر صاحب من افسرده هستم. میگم بیا معاینه خانه. میگه اوجا آمدن نمیتونم. میگم سی دی افسردگی را فلش شبی گوش کن. میگه اورام نمیتونم. صبح میگم رادیو گپ میزنم گوش کن اورام نمیتونم. سیمینار داریم بیا اورام نمیتونم. چی کنم خیر من خو مال دستان فستم گم نه. در رسانه خو بسیار خوب معلوم میشی. تو را آدم خوب فکر میکردم قاک دستر دور دکتر او بیتر کار دارم من کار ایلا بودم. خب وقتی پر توقع بودیم رنج من بیشتر میشه. ریشی اکثر بدبختی ها توقع است. یعنی اگر میخوای خوشبختی را تجربه کنی نشته که بگو توقع ندارم از کسی. توقع که نداشته باشی یک کسی خوبی کنه ازش تشکری میکنی نکدم تو توقع نداری. هر قدر توقع در زندگی زیاد باشه بدبختی زیاد است. ما در دنیای هستیم که مردم به کار خود رسیده نمیتونن. ما بشینیم که بیان نوکری ما را کنن امکانش وجود نداره. بنان اینا بسیار پر توقع میشن. 25 نارضایتی شکوه و شکایت دارن. آدم افسرده را بینی یک لست شکایت از پدر اینا راضی است، از مادر اینا راضی است، از خدا اینا راضی است، از معلمی شکایت داره، از پانتونی شکایت داره. پانتونش تکله بر سیمینار میمونیم او پانتون در جان بزن تو سیمینار چی میمونی؟ سیمینار است هیچ نکو به در قدر ناراضی نباش از هر چیز. یک دفعه خوب بگو خدایا شکر. شکر از دانش نمیشنوی. و متاسفانه یک بدبختی و مریضی ما و شما مریضی ناشکری است. این میالی که خانه میری باید در آقا بی شکر خدا امروز پانتون رفته تانسته بودم. امروز با این جور بود. امروز دروازه رو واز میکنم مادرکم زنده است. یک خانگه که داریم. تو ظرف میگیری نق میزنی او من نیم ساعت ظرف میشویم چرا شکر نمیکشی 10 نفر اعضای خانواده زنده داری که نان خوردن. ما باشم شکر میکشیم که 4 نفر ظرفش میشیم از دو روز بترسیم که من تنها مانده باشم در خانه هیچ کس نباشه ظرفشویی هم سر من نباشه کدامش خوب است. من میام آینه خونه والا همین خوار بیادرم نان میخوره در پالیم چق چق دانش مریق ناراحت میکنه. میگم بچیم شکر بکشی خوار بیادر داری بمره خوب است امو یا چق چق دانش خوب است. بنام ما ناشکر هستیم از هر چیز. 25 علامه قهر و خشم و عصبانیت است. آدم افسرده بسیار عصبانی است. یک گپ جنگ میکنه تو یک مزاقک میکنی که همین دوست مسیح خنده کنه بجای از اینکه خنده کنه که تو جنگ و دشنامه شروع میکنه که تو مرد توهین کردی. 27 گوشگیری و انزواست. گوشگیر میشه در یک اتاق تاریک پردا کش یک موسیقی جگرخونی که جگرم پاره پاره زندگی با آخر رسیده خلاص بشید. 28
حساس به احساس است. چی مانا؟ احساس بودن که یک چیز خورده بعد میگیره خود رنج میده. و الان ما کلان گفته خانیش رفتیم پیشانیش چین خورده بود، ما خود نان گم نکرده بودیم. تو خود چی فکر کردی؟ کاکا هستی که هستی پیشانی تا باید آدم واره بگیری. او خدا بودن نکرد زنش غال مغال کرده بود یا پیشانیش مواره، اما تو چین خورده هست در مجموع. ولی میگیره تا نیم شو خواه نداره سر پیشانی از بیچاره گپ میزنه. احساس هستن و در زمین به احساس هست. به احساس یک حالت فلت پیدا میکنه. چی مانا؟ برش قصه کنی فلانی زخمی شده یا فلانی خانهش سوخته، هیچ، حتی خوش میشه. وقتی دیگرها را دغم ببینه احساس رضایت پیدا میکنه، میگه برو یک چند تا بدبخت دیگه هم خواست. یعنی از خوشی دیگرها غمگین میشه، از غم دیگرها خوش میشه. 29 توهم و فکرهای باطل پیدا میکنه، مخصوصا اینا توهم نیستنگاری پیدا میکنه. میگه از درون هیچ شده میرم، بدنم خراب شده میره، یک حالت نیلستیک نیستنگاری پیدا میکنه. و سیومین علامه پاسخ به داروهای افسردگی است. وقتی برش دوای افسردگی بیتی جور میشه، خوب میشه. از کودک ها و بزرگ ها و اینا میگذاریم دیگه، علایم کلی را گفتم. خب اما میایم سر از این که چرا افسرده میشیم. علت ها از آلی که صحبت میکنم تنها علت فکر نکنین، رای حل هم است. چرا؟ رای حل به خاطر است که شما این جمله را شنیدین که میگه هر عاملی معلولی یک علت داره، علت از بین ببر معلولم از بین میره. بنان آلی که علتای افسردگی را میگم با شنیدنش هم برای کسایی که افسرده است ببینه کدام علت ها سبب امور قطع کنه جور میشه، هم کسایی که افسرده نیست برشان خوب است که اینی چیزا را شما پیش از پیش متوجه باشین که سبب افسردگی تان میشه. اول خو متاسفانه موضوع ارسی است. 10% افسردگی ها توسط جین ها از پدر مادر بر ما انتقال میکنه. این دیگه به می خاطر است که از یک بزرگی پرسان کردن، یا روایت دینی است که سخن کی است از پیامبر بزرگوار ما، یک از بزرگ دینی خود بود که تربی اولاد از چی وقت شروع میشه؟ گفت 20 سال پیش از تولدش. چی رقم 20 سال پیش از تولدش؟ گفت دو نفری که میخواین اولاد دار شون منیس یک جوان اول سر خود کار کنن، که تویی که پدر مادر میشی ظرفیتش داشته باشی. ما در ماینه خانه مادرهای میه که از او که در طفلک 10 سالش بسیار شرف داره، میگم اونو مادر است، تو دختر استی اصلا. مادر که وقتی میگیم کوی پامیر ما نامیته، اینه که بزرگی. پدر میگیم آسمان ما نامیته. تو وقتی یک نام سرت مانده میشه عظمت از اون نام باید بفهمی. اما بعضی مادرها میه یک دل نازک، اقه حالشان خراب، اقه سر چیزای خوردشک میریزانه که تو پرسان نکو. زن ایوارم ولی یخچال خریده. تو یخچال نداری؟ دارم، یخچال ما موتر شده است، او 4 دروازه ای خریده. دروازه ایش اگه واز میکنم موزیک میزنم. بگیم برو خیر مده خواهی تانمین در درواز کردیم من تینگ 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 برد موزیک میزنم. امی جگرخونی حق داره. به نان ای خوب نیست. دوام آموخته شده است. خب در اینجا گپ مایی بود که تویی که بخیر داینده پدر مادر میشی از امروز سرت کار کو. از گلاس شکسته آب نوشیده نمیشه. کسی که خود نساخته باشه اولاد خود ساخته نمیتونه. چرا حال وطن ما خراب است؟ ما فقط فرمول ما ایس اولاد بیار اولاد بیار. میام میگم مادر چند اولاد داری؟ میگه 10 تا 12 تا. میگم چطور بزرگ کردی؟ به خدا ایران میمونم. میگه خودش کلان شد دیگه، نانش خدا میته، وزنش زمین میورداره. یعنی در یک اولاد دو چیز از دی وطن، نان وزن. تربیش که میتا مادر گلم هیچ کوچه، تربیش کوچه ایست، نان و چیش میرسه، خدا میربانه. و به این تربی کوچه ای زدیم وطن خراب کردیم. و تا تربی اولاد اصلاح نشه وطن جور نمیشه. به نان از امرو سر خود کار کنیم، پدر مادر خوب شویم. خو از تو پدرهای نارام اولاد خود میرویه نارام اولادش بیه از این کنه نارام میباشه، خراب میشه اوزا. موضوع دیگه که سبب افسردگی میشه رها شدن و ترک شدن در دوری کودکی است. چی معنا؟ اگر پدر مادر از هم جدا شده باشه یا مثلا جای سفر کرده باشن، مثلا متاسفانه بعضا شما میبینید بنابر شرایط خرابی که داریم کودک 7 سال میشه پدر خود نیده، پدر در مسافرت است که نان پیدا کنه. و در اینجا یک جمله جای داره یادآوری کنم. نظر مییز که اگه یک پدر مادر در پالی اولاد خود 1000 آید داره، در دور از اولاد 100000، همین 1000 ترجیح بتین پیش اولادتان باشین. اولاد تنها به نان نیاز نداره، به این نوازش نیاز داره. در یوگاندا که فقیرترین کشور دنیا، سالمترین کودکار از امریکا هم کرده داشت. ایران بودن چرا؟ در امریکا مادر وظیفه میرفت کودک در کودکستان میمون،
و نوازش نمیدید. در یوگاندا مادر سر کار میرفت، کودک در پشت خود بسته میکرد، تماس بدنی با مادر داشت. یعنی اونه قدر نیاز است که یاد ما باشه که اگر میتونیم در کنار اولاد خود بانیم و برش رسیدگی کنیم. بنا نگینیم صمیمیت در خانواده نمی باشه، پدر مادر دور رفته، حتی بعض وقت پدر مادر نه، ما یک برادر یا خواهر خود دوست داری مروسی میکنن میرن یا بورسیه میان میرن، اینمی دور شدن میتونه حال ما را خراب کنه و امروز سبب افسردگی پیش ما شوه. نبودن محبت و صمیمیت در کودکی، وقتی در خانه محبت نیست، صمیمیت نیست، بعضی ها متاسفانه در افغانستان کرکتر پدرانه است که باید که اولاد گپ نزنی، سیاست داشته باشی و این بدترین حالت است. پدر مادر باید رفیق ترین رفیق اولاد خود باشه. اگر نبود کودک بر شما راز دل خود گفته نمیتونه، سوال خود از شما پرسان نمیتونه، بنانی را از بیرون پرسان میکنه و راهنمایی های غلط میشه و آسیب میخوره. بنان شما کوشش کنین صمیمی ترین آدم با اولادتان باشین. نبودن امنیت و آرامش در محیط خانواده، محیط اجتماعی سبب افسردگی میشه. وقتی امنیت نیست، آرامش نیست، ظلم و زور از ایالت با وجود میه. موضوع دیگه استراب و نگرانی است. آدم های تشویشی، اگه تشویش خود حل نکنیم، تشویش خود به خود به افسردگی تبدیل میشه. بنان تشویش هیچ رای حل زندگی نیست، هیچ چیزی رسلا نمیکنه. تشویش کارکردشی است که چیز خوب خراب میکنه، خراب از بد بتر میکنه، فایده نداره. وقتی کاری فایده نداره، قرار نیست ما درگیر ازو شویم و حال خود بد بسازیم. موضوع دیگه، بعضی احساسات ما از دوری کودکی پیدا میکنیم سبب احساس شرم و خجالت. کسایی که شرمندوک دارن افسرده میشن. ما قرار نیست از خود بشرمیم، ما انسان هستیم، همین رنگم است، همین قدم است. ما قرار نیست حتی به تمثیل به خاطر قد خود بلند نشان بتم استفاده شوم. ای چی گمش چند دقیقه بعد از پای مفتم. متاسفانه آدمای شرمندوک نمایشی کار میکنن، زندگیش یک چیز از برخورد از یادم یک چیز دیگه است. حتی بعضی وقت سر خانه خود میشرمه، دوست و همسنفی و رفیقش میگه بریم خانه تون چای خوردن، این دقیقه یک چای نیست که داده نمیتون، نه این بر فکر از ایست که والا خانه ما لوکس نیست، یا ایتون نیست، یا اوتون نیست، یا پدرم چطور، نه بچه اینا شرم نداره. وقت شرم داشت که ما را در وقت پیش از تولد بر ما کتلاک میداد، ما در انتخاب خود سهوا میکردیم سعی بود. مرخ کتلاک نداده بود، اگر یک قد خوب بلند ما تو میگرفتم، چشمای کلان کلان، رنگ سفید، میگفتم مرا در مثلا سویدن به دنیا بیار. ای تو خونه بودم. به نان چیزی که هست باید شکر بکشیم همیز. ما چیزی را که تغییر داده میتونیم باید به او خجالت بکشیم. او اخلاق ما اگه ضعیفی داره بشرمیم. درس ما را اگه ضعیفی میکنیم بشرمیم. کردار ما با دیگران را اگه خراب میکنیم بشرمیم. قد و قواره شرم نداره. اینمی چیزی که هست باید با این شکر بکشیم، راحت باشیم. چرا کسایی که سر جمعی از زربانش قلبش خود بد فکر میکنه، خود از دیگاه کده کم فکر میکنه، و این بسیار بد است که یک انسان خود کم فکر کنه. اگر احساس شرم خجالت داشته باشی دوچار افسردگی میشی. اگر احساس گناه داشته باشی، بعضی خود بسیار گناهکار فکر میکنه، ولی در کودکی تو شده بود، در کودکی بود، عقل و منطق نداشتی. امروزه که تو انسان بالغ و عاقل شدی، قرار نیست به احساس رنج کودکی خود رنج بیتی. بنان احساس های بد از خود دور کنیم. موضوع دیگه عصبانیت است. آدم های عصبانی افسرده میشه. عصبانیت بدترین صفت است. ساده تر بگیم صفت حیوانی است. انسان قرار نیست عصبانی شود. حیوانات بله، حیوانات زبان نداره که گپ خود بگن، مجبور است دندان بگیرن، لغت بزنن، بر بال خود بپندانن، غرس کنن، ای سعیز. اما انسان زبان داره، منطق داره، باید درست موضوع را طرح کنه. ولی اگه انسان علت کور میکنه، غر میزنه، بفهمین که خود تقلیل داده به مرحله حیوانی و عمرای آدم افسرده هیچ کس زندگی نمیتونه. کلی از دست ناراضی تو یک روز تناودی سر خود این غالمقال را که خود توصیلی خود داری که تو خود نمیتونی جور بیای. بعضی ها ما این خانه میگم سایب از تو خود از زن شوید شکایت نکو، از این خودت یک کپی بگیریم که خودت نمیتونه زندگی کنه. آدم دیگه خوبی از که تو جور نمیه. به نان عصبانیت خود رفع کنیم. عصبانیت صفت خوب نیست. اعتیاد و وابستگی به دیگرا. کسایی که به دیگرا وابسته هستن افسرده میشن. ما قرار نیست به هیچ کس وابسته باشیم. هیچ کس که میگم نه پدر، نه مادر، نه زن، نه جوار، نه به هیچ کس، تنها به ذات حق.
فرمول زندگی است. من با پای خود استاد شدن یاد بگیرم، به یاری خدا اتکا داشته باشم، کلی گیره دوست داشته باشم، پدر دوست دارم، قدرش هم میفهمم، ولی روزی که پدر نیست بازم من قادر به ادامه زندگی باشم. مادر دوست دارم، قدرش هم میفهمم، ولی وابسته نیستم. وابستگی انسان خراب میکنه، به هیچ کس وابسته نباشی. موضوع دیگه، برخورد نامناسب با شکست. بعضیا که شکست میخوره افسرده میشن. شکست جزء زندگی است. شکست ضد موفقیت نیست، یادتان باشه. شکست خود مسیر موفقیت است. کسایی که در مسیر موفقیت هستن شکست میخورن. آدمای بزرگ شکستای بزرگ میخورن. امرای سرمایه‌دارای دنیا مصاحبه کردن، کلشان گفتن بلا استثناء یک بار یا دو بار کاملا ورشکست شده بودن، اما دوباره شروع کردن. اما متاسفانه بعضی ها که یک شکست خورد قرار خواه میکنه، علاشی خودم بسته میکنه، کلمی خودم میخونه، اومده مرگ است و این خراب است. نیم مثل یک تجاری میگه آمد که کل دکانایش سوخته، میفهمین چی کت افسرده شد؟ نه، یک تابلوگگ نشته کد رفتیم سر خاکستران نصب کرد، گفت قبول است که دار و داراییم سوخته، اما امیدم نسوخته، فردا دوباره شروع میکنم. زندگی نیست که اگر شکست خوردیم دوباره استاده شوید. ادیسون کل عمر کار کرد، یک شرکت برق و اینا و وسایل برقی ساخت. یک شامی زنگ آمد به بچیش در شب که صاحب اما تو آرام کرده بیا که پدرت خبر نشه، کمپانی پدر در گرفته که آدم پیر سکته نکنه. بچیش آرامک از خانه برآمد، رفت که در یک بلندی پدر شیشته. پدر توی جه وقت رسیدی؟ گفت آبا چیم بیا بیشی اونو شولای زرد رنگ کس که از سیمای برق است، این شولای سبزش که از ساکت ها میسوزه. پدر تو جگرخون نیستی؟ گفت آلو خود سخت، بیا که از این منظری آتشی که یک بار در زندگی ما تکرار میشه لذت ببری. زندگی اینو تو میباشه، نه که تو علی یک شکست خور قرار خلق و علی افسرده شده. این بسیار بد است. شکست انسان میخورن. مقایسه، مسابقه، رقابت، اسادت با کسی نداشته باشین، عامل بدبختی همیست. خود با هیچ کس مقایسه نکنین. دوست عزیز نازنین، ما و تو شست ما فرق داره، توانایی ما فرق داره، چیره ما فرق داره، گپ ما فرق داره، عقل ما فرق داره. چرا من خودم مقایسه کنم؟ مقایسه کردن خود با دیگر توهین است. برای خودت خداوند دست تو یک تا خلق کرده، وقتی یک تا خلق کرده قرار نیست که کس دیگه مقایسهش کنی. سعی کنین در مورد اصل وحدت الوجود که صحبت میکنن، یک تعبیر دیگه هم بعضی دانشمندا میکنن، میگه وحدت الوجود به همان که از هر چیز خدا یک تا خلق کرده. از هر چیز تنها از انسان نه، حتی امروز تحقیقات نشون میده دو تا دانه باران چقدر باران میباره، دو قطره باران مثل هم نیست، از نظر وزن فرق داره، از نظر رسیدن به زمین فرق داره. کریستال دو تا برف زیر کریستال زیر میکروسکوپ ببینید کریستالایش از هم فرق داره. وقتی دو تا دانه باران ابان شما الکترون نمیفهمین، الکترون کوچکترین ذره است، کتلش 9.12 ضرب 10 به نمای منفی 31 کیلوگرم است، اون قدر کوچک است که دیگه ذره کوچک نیست. حتی در یک اتم دو تا الکترون یکسان نیست، یا کوانتوم اصلیش فرق داره، یا فرعیش، یا مغناطیسیش، یا اسپینش. وقتی دو تا الکترون مثل هم نیست، ما قرار نیست خود با دیگه مقایسه کنیم. چیکار داریم که مریم، احمد، محمود کجا رفتن؟ من خودم باید هر روز خوب شوم. مسئولیت ما در زندگی است، ما در مسیر بهبود قرار بگیرم. من با کس مسابقه ندارم، من خواست نیستم. متاسفانه وقتی درگیر مسابقه شدی، درگیر رقابت شدی، تو اسب بزکشی شدی، خود قمچین زده برو بدو. من بعضی ها رو در ماینه خانه میم چوری قصورت گرفتی، زود به پایان زندگی میرسی، نکو یک زراست هستا برو، یک قصورت میری آخر میگن خلاص شده زندگی، کلمی تا بخون نکنین. کتکی مسابقه داری؟ رقابت سالم بچم خود فریبیس. این سیستم سرمایه‌داری جور کرده بر استثمار انسان‌ها، بر استعمار انسان‌ها و بدتر از او بر استهمار انسان‌ها، بر خر ساختن انسان‌ها. تو رو در رقابت بندازه او نفشه برده میره. رقابت چی داره؟ ما قرار است در زندگی از دیروز خود کده امروز خوب شوم، از امروز کده فردا خوب شوم. مهم نیست دستان ما چندم نمره میشم، مهمی است که روز مرا من درس میخوانم. ما پیش خود تعهد کردیم هر روز یک مریضی رو یاد میگیرم، منیس یک دکتر مؤسل تبستم، ما که احمد محمود و اول نمره مقایسه ندارم، خدا چی کارشان دارم. ما هر روز یک مریضی رو پیش خود تعهد کردیم، امروز میرم در مورد فرض مثال چ پایلوری میفهمم، امروز میرم در مسئله تزریق میترال یاد میگیرم، امروز افسردگی یاد میگیرم. با ما چی دیگه چی میکنم؟ من توانم هم قص بدون مقایسه و مسابقه آدم افسرده میسازه. وقتی خود در رقابت انداختین از دو حالت خارج نیست، خب رقابت هیچ از دو حالت خارج نیست، یا از دیگه که در پسمان استی که هر روز رنج میبری، ای چرا من پسمان استم؟
فکر نکن دیگه پیشکدی آرام میشی، که پیشکدی یک غم دیگه سرت میاد، کل دیگه گیرت نکنه، خوابت خراب، خوراکت خراب، نانت خراب، کل چیزا باید فدا کنی که تو اول نمره گیری حفظ کنی. اکثر اول نمره های صنفا رو بی لاغر، زرد، زار، آلش خراب، 20 تا مریضی هم داره. واقعا برتون میگم، مثلا دو تا خواهرها رو ماینه خانه میاره، یکی قاق پاق از ما بدتر ججق شده، این چی کار است؟ ای اول نمره است، این دخترک اول نمره است، اینی دیگهش خور کلانش است، نمیگی خور دست ازی کده، خیلی چطو قدش بلند شده، این دوم نمره صنف است. آرسی ها را میره، خیرات ها را میره، نانا را میخوره، سرخ سفید مقبول شده، خوازگارام کل پشت ازی میه، او رنج میه، خود چرا پشت من میگه خوازگار نمیه؟ در خانه هم گفتن نه، بینوبتی نکنی، میر نتین، نوبت از کلانا میباشه. خب کس نمیخوای اول نمره را، کس چی کار داره؟ در خانه درس کار داره؟ نه، قرار زندگی است. من روزمره من یک زندگی متعادل داشته باشم، ورزش خود کنم، نماز خود بخونم، در محافل اشتراک کنم، درس خودم بخونم. اگر دمی توانایی اول نمره شدم، دلم دوم شدم، دلم دوم. ولی قرار نیست من کل زندگی خود فدای اول نمرگی کنم. بنابراین دوستای نازنین، ما یک زندگی متعادل داشته باشیم، رقابت با کسی نداشته باشیم، حسادت خود قطعا نکنین. حسادت خود آدم از درون میخوره، در دل کل ما حسادت میگره. ما میگم دفعه فلانی ات خودم این طور چی احمق، تو به زندگی خودت باش، پیشروی خودت بگیرین. ماینه خانه میایم میگه والا دکتر سای من حسود هستم، میگم برو خوار گل مزم بیادر گل بک سر شما نش کل مثالا زنانه ایش رزید بیادر گل، میگم برو حسود نباش، از امروز نباش. اما تو میگم ما والا دکتر سای من در مورد تو زیاد شنیده بودم. خب گفتم بینمی خاطر شدی مرای کوتا بلد هستم، برو از امروز حسود نباش. این خوشاخ نیست که من بر تره و برمه کنم بکشم، یک صفت هست از امروز برو حسود نباش. تسبیح بگو بگو حسود نیستم، حسود نیستم، حسود نیستم، حسود نیستم. تو حسودی هم در دلت گشت که فلانی آمد بگو احمق تو چی، تو به زندگی خودت برس. بنان حسود نباشی. موضوع دیگه نداشتن عزت نفس و اعتماد به نفس است، نرسیدن به آرزو و خواسته هاست. دوستای نازنین، ما هدف جور میکنیم در زندگی، ولی قرار نیست 100% برسیم. که نرسیدیم دوباره میپالیم کجا اشتباه کردیم، از سر شروع میکنیم. امو ضرب المثل میگه که 7 بار رفتیدی 8 بار بخی موفقیت است. موفقیتی نیست هیچ وقت نفتی. کسایی که بر شما میگه من هیچ وقت شکست نخوردیم، فکر نکنید چی آدم بزرگی است، بفهمین ضعیفترین آدم است. مثلا من براتون بگم، براستی هم میگم، میگه من تا بال یک گل هم نخوردیم، یک مسابقه فوتبال هم نباختیم، به خاطری که من هیچ در میدان فوتبال داخل نشدیم. خب معلوم دارست من فوتبال نمیبازم، از من کده بو بازنده ترین فوتبال است خوب فوتبال بازی میکنه. ای که من فوتبال نباختیم، من کاری نکردیم. کسی که میگه من شکست نخوردیم، بفهم هیچ کار نمیکنه. کسایی شکست میخورن که کار میکنن. بنان قرار زندگی نیست که من هیچ وقت نفتم اتوری برم، بلی به هیچ وقت نمفتم. اما این را رفتن است. من 100 سال زنده باشم، بندازی 10 سالم پیش نمیرم. بعضی ها از ترس هیچ استاده نمیشه، اما تو زفت و پروت میکنن. خب معلوم دارست هیچ وقت نمفتن. نه، هنر زندگی دیست که خوب بدوی، خوب تیز بدوی، یکام دفعه میفتیم. حتی بر مادرها میگیم اولادت که دوید نگو هو بچه نداو میفتی، او را ترسو بار آوردی که افتید میمره، خیلی کمک اینجا خود پر میشه پس جور میشه. ولی یکی که تو میترسانیش خرابی است. بعض وقت دیدین طفل افتیده، اگر تو چیز نگوی پس استاده میشه میره، او که افتید مادر هلو افتید، او طفل میخز اول افتیدیم بیا گریانه شروع کنم که من کدام گپی شده. نترسانین کسی را، نترسانین. یک کسی باز بگوی به همین تکرار رو بس خیر گوش کنید، یک کسی میگه از یک قریه تیر میشد، دید که در قبرستان نشته از مرحوم فلانی به عمر 10 سالگی فوت کرد، مرحوم فلانی به 8 سالگی، 7 سالگی، 6 سالگی، هیچ چیزی بالا نبود. این آدم البته گفتی قبرستان کودکایشون است، کل قریه رو پل دیگم یک قبرستان بود، رفت آخر مسجدشون رو بیدارا. این در قریه شما چی بدبختیست؟ کروناست؟ چیستی کودکا کل مرده کلانان؟ گفت نه صاحب، ما به اساس سن سال فیزیکی نشته نمی کنیم، ما به اساس موثریتی که در قریه ما داشتن میکنیم. این آدمی که میبینی 10 سال نشته کنی 90 سال زنده بود، اما 80 سالش چاتل باطل بود، به اندازه 10 سال کار کرده در این قریه. بنان ای که ما تحصوب پیش بریم سعیست که جوخ نمفتیم، ولی چندان پیشرفت هم نمی کنیم. بنان یک ذره سرعت گرفتن،
سعی امی گپم گوش کنی. از امی کسی که مسابقه فرمول 1 برنده شد چندین بار، فرمول 1 یک موتر دوونی است، موتر بسیار تیز میده، مثلا 5 بار برنده شد رد برا در سال، همراهش مصاحبه کردن، گفت رمز پیروزی ده چیز؟ گفت جایی که دیگه بریک میگیرم امو جکسلیتر میتونم، اینی رمز پیروزی است، اینی وقتش است، وقت اکسلیتر دادن یعنی کلیک برکاین برکای خود کش کرده، والا شرایط ترست درس به چی بخونیم ای چی فایده میکنه، اینی وقتی است که تو اکسلیتر بتی، وقت درس خواندن نمیست، وقت زحمت کشی همیست که دیگه خو کرده، دیگه ناامید است، تو تلاش تکو بنانی بسیار مهم است در زندگی. تغییر شرایط میتونه سبب افسردگی شود. از یک جای دیگه جای کوچ میکنیم، از پانتون فارغ میشیم، از مکتب فارغ میشیم، از یک وظیفه دیگه وظیفه میریم، بعضی ازدواج میکنیم. این تغییراتی که در زندگی میام میتونه بعضی وقت سبب افسردگی باشه. درد و رنج فیزیکی و مریضی، کسایی که مریضی های شدید دارن، مثلا میشنوه تو شکر هستی یا تکلیف قلبی هستی یا سرطان داری، این تو مریضی ها میتونه آدم افسرده بسازه. پیش خانم حاملگی میتونه سبب افسردگی شود. ضمیر و ذهن منفی، وقتی منفی بین میشیم، از هر چیز منفی شمی بینیم، سبب افسردگی ما میشه. ما قرار نیست منفی بین باشیم. اگر منفی بین هستی، از امروز همی دیدت اصلاح کن. این دید ماست که بعضی چیزها را خراب میبینیم. در این شرایطی که تو نق میزنی، جگرخونی داری، میبینی یک آدم دیگه خوش زندگی میکنه. چرا؟ دیدش فرق، شاید حتی شرایطش سختتر از تو باشه، اما دیدش فرق داره. وقتی تو آینه که سیاه بزنی، کل چیز سیاه میبینی. پیش چشمت داشتی شیشه کبود، زان سبب دنیا کبودت می نمود. تو شیشه کبود زده بودی، کل چیز خراب می دیدی. اگر چشمت پاک کنی، گر تو را نور یقین پیدا شود، می تواند زشت هم زیبا شود. اگر تو چشم خوب داشته باشی، عظمت در نگاهی تو باشد، کل چیز خوب می بینی. کمال سر محبت ببین، نه نقص و گناه، که هر کی بی هنر افتد نظر بعیب کند. یک تو عیب پالده میری، بی هنری تو است. آدم خوب عیب کس پیدا نمیکنه. آدم خوب زیبایی ها را فقط پیدا کرده میره. آدم خوب با کسی روبرو میشه، 10 تا خوبیش میگه که حتی 2 تاش خود ازو خبر نبود. آدم بد ذره بین انداخته بدی کی را پیدا میکنه. آدم خوب حتی بدی دیگرا را که دید تیر خود